درود بر شما. دهم تیر ماه 1401 خورشیدی و یکم ژوئیه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به چند چهره آشکار و پنهان فساد اقتصادی و پس‌لرزه‌های برکناری حسین طائب از سازمان اطلاعات سپاه. پرده آخرم آخر برنامه. در این 7-8 روز گذشته چند اتفاق افتاد که مربوط می شود به گزارش امشب ما. یکیش تأیید حکم 35 سال زندان حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در دیوان عالی کشور بود. حسن میرکاظمی رعیت معروف 5 مرداد 98 بازداشت شد طبق گزارش رسانه های جمهوری اسلامی. 30 مهر ماه 99 آزاد شد طبق گفته یک مقام آگاه به رسانه دیدبان ایران. یک منبع آگاه در تماس با تحریریه سایت دیدبان ایران اعلام کرد که حسن رعیت با تودیع وثیقه آزاد شده است. این مال 30 مهر 99. بعد 22 فروردین 1400 اولین جلسه محاکمهش برگزار شد به اتهام سردستگی باند فساد مالی، اختلاس فلان. خب این رعیت رو قبلا معرفیش کردم توی برنامه های قبلی، همون موقع که دادگاهش بودم، همون موقع که سرصدا کردم، همون سال 88 که با بقیه مزدورای مسلح حکومت ریخت تو خیابون و بچه های مردم رو سرکوب کرد. با همین عکس مشهور شد اولین بار در واقع برای مردم، عکس موتور لباس شخصی های مدافع ولایت از وحشی هایی که افتاده بودن به جون مردم تو اعتراضات خیابونی سال 88. بعد بیشتر شناخته شد با عکس هایی که از او و بابک زنجانی منتشر شد. بعد سال 92 که عکسای باغوحش خصوصیش تو فضای مجازی چرخید معروفتر شد، تا 22 فروردین 1400 که اعلام کردن اولین جلسه محاکمه حسن رعیت برگزار شد غیر علنی. بهش 35 سال زندان دادن به جرم جعل و اخلال در نظم اقتصادی و غیره و غیره که عرض کردم خدمتون. تا همین 31 خرداد 1401 که اعلام کردن دیوان عالی کشور حکم 35 سال زندان رعیت رو تأیید کرد، باز البته در محاکمه غیر علنی. طبق گفته نماینده دادستان که در رسانه ها منتشر شد، این نماینده دادستان دادگاه غیر علنی همیشه اینجوری بوده که یه متن رو یا یکی دو تا از فارس رو تسنیم مثلا میبرن توی دادگاه میشونن تو بعضی از جلسات و بریده های رو میدن بهشون و یا اینکه اصلا متن رو خود دادستانی تهیه میکنه و میده به رسانه ها از طرق مشهود. این از همون متن است که نماینده دادستان در رسانه ها متن ازش منتشر شد که این آدم چقدر خورده و برده. 400 میلیون دلار و بیش از 5000 میلیارد ریال. یه دلارشو مردم گیرن. 400 میلیون دلار. این پولا رو کی خورده این آدم؟ رو چه حسابی گرفته و از کجا گرفته؟ نماینده دادستان اظهار کرد 64 میلیون یورو، ببخشید یورو، از بانک صادرات بابت واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد که 25 میلیون یوروی آن را پرداخت کردند اما رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلی تنظیم شده که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی بوده است، برادر رعیت. 25 میلیون یورو رو از 64 میلیون یورو چجوری پرداخت کرده؟ گیریم پرداخت کرده. نماینده دادستان بیان داشت شبکه رعیت در قالب 7 شرکت از 3 بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب 5 بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش پرداخت
و از طریق این پیش پرداخت حواله های ارزی خود را تامین کرد و اصطلاحاً از این جیب با آن جیب گذاشت، حالان که قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند. اینا باید که طرف خورده مثلا اومده فاش شده، آقای نماینده دادستان میاد تو دادگاه، نه سازمان بازرسی کل کشوری وجود داشته تو تمام این سالها، نه حسابرسی بانکی بوده، این پول از کجا اومده به کجا رفته فلان. و تازه وقتی هم که به قول نماینده دادستان این جیب به اون جیب شده یا ملکی برای تسویه حساب مثلا با بزرگ نمای قیمت تهاتر شده به جای بدهی مثلا، همش کاغذی یا نمایشی بوده، ملک همچنان دست رعیته. نماینده دادستان خاطر نشان کرد زمانی که در سال 93 قصد داشتن دنیای فلز زردستان را تهاتر کنند، آن را 360 میلیارد تومان ارزش گذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز 352 میلیارد تومان بوده است. یعنی تقریبا سر به سرش بکنن. در نهایت کسی دنیای فلز زردستان را از بانک نمی خرد و بانک نهایتاً به مبلغ 288 میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های تابع خود می فروشد که این به معنای ایراد ضرر به مبلغ 72 میلیارد تومان به بیت المال و بانک است. سوال اینجاست که چرا هنوز دنیای فلز زردستان دست متهم رعیت است؟ مگر تهاتر صورت نگرفته؟ این سوال نماینده دادستان میکنه، من نمیکنم. 22 تا متهم داره پروندهش که اولیش، یعنی مثلا متهم ردیف اولش همین حسن رعیته که دیگه برای همه شناخته شده است از بس قضیه رسانه‌ای شده و مردم حساس بودن از 88 به این بر. اولیش اینه، 21 نفر دیگه هیچ کدوم آدم های شناخته شده ای نیستن و هیچ سمت حکومتی لااقل علنی نداشتن. یکیشون مسعود معتقد برادر زنشه، یکیشون روح الله داداششه، دو تاشون هم رئیس و کارمند شعبه های پرت افتاده بانک هم. بقیه شون اصلا معلوم نیست اینا و کجا آوردنشون اینجا. 400 میلیون یورو یقلا. حسن رعیت متولد 1351 بنابرای صورت جلسه دادگاه در اون حدش که منتشر شده، از 30 سالگی شروع کرده به گرفتن وام پس نده از بانک ها، اونم میلیارد میلیارد. تو این 17 سال 81 یعنی 30 سالگیش تا 98 که بازداشت میشه گیریم، تو تمام این 17 سال هیچ حسابرسی تو مملکت وجود نداشت. خب حالا هست. خب حالا بگین تو این 17 سال این آدم با کیا همکاسه و همدست بوده؟ فقط با همین داداشش روح الله رعیت و محمد شعار و محمد عبازاده و حاجی قربان خانی و بقیه اون 21 متهمی که اونجا ردیف کردین گیر آوردین؟ شما فکر میکنین البته گیر آوردین مردم. کار به جای رسیده که عباس عبدی روزنامه‌نگار میگوید در جامعه زندگی میکنیم که امور پنهانی مردم عادی هم رصد میشود و برای حکومت آشکار است. چگونه ممکن است که اقدامات حسن رعیت و امکانات حسن رعیت وضعیتی آشکار محسوب نشود؟ اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چون این زندگی اشرافی را از کجا تامین کرده، پرسش کوچک ماجراست. پرسش مهمتر این است که چرا چون این سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟ کسی نمیپرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ کسی نمیپرسد که این سبک زندگی برای کسی که حد اکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد کردن است از کجا آمده؟ کسی نمیپرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت آمد داشتند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت آمد مشعوف بودند؟ این صاحبان قدرت کیان؟ حالا رعیت مثلا 35 سال بهش دادین و تایید کردین و تموم، پرونده تموم. این صاحبان قدرت کیان؟ جواب منو ندین، جواب عباس عبدی رو بدین. حالا من یه سری رو میگم که البته همچین صاحب قدرت هم نیستم، باز اونا به جاهای دیگه بستن.
حسن میرکاظمی در حلقه امنیتی های زیر نظر مرتضی رضایی بوده است. از مرتضی رضایی، از اطلاعاتی های سپاه با نفوذ از اوائل انقلاب که همچنان نفوذش رو حفظ کرده و بلکه گسترش داده و امکانات مالی که حسن میرکاظمی داشته همه از صدقه سر رعیتی مرتضی رضایی است که یکی از فاسدترین و متمولترین سپاهی های به اصطلاح بازنشسته بیت رهبر معظمه. چون سپاهی بازنشست که میشن معمولا تو بیت سپاهی های گردن کلوف بهشون سمت آشکار و نهان میدن و یا آدمی مثل مرتضی رضایی که اصلا ولش نمی کنن. از ذخایر انقلاب، از سابقون، از سابقونه. مرتضی رضایی کیه؟ از بنیانگذاران سپاه پاسداران، فرمانده سپاه از تیر ماه 59 تا شهریور 60، از تأثیرگذارترین افرادی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری کردن، حتی در سال‌های بعد مثل سازمان اطلاعات سپاه. سال 72 با حکم خامنه‌ای شد مسئول حفاظت اطلاعات سپاه. گرچه اسم مرتضی رضایی همیشه با اسم حسین تائب به عنوان آدمای اصلی اطلاعات سپاه و نزدیکترین افراد اطلاعاتی به مشتبه خامنه‌ای و به علی خامنه‌ای آمده، اما حالا تائبو که هفته پیش برکنارش کردن، اما اسم مرتضی رضایی و حتی عکسش تائب علنی شد ولی مال مرتضی رضایی تقریبا نشد. به ندرت عکسش اینجا و اونجا بود یا خبری ازش منتشر میشد. در جریان اعتراضای خیابونی مردم سال 88 بود که اسم مرتضی رضایی به عنوان عضو تیم فرماندهی زیر نظر مشتبه خامنه‌ای در کنترل به اصطلاح اوضاع مطرح شد و همون سال اسمن بازنشسته شد، اما همچنان در بیت عرض کردم و به عنوان مشاور نزدیک اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای ادامه خدمت داده در کنار فعالیت‌های اقتصادی کلانی که باورتان بشود که در بیش از 400 شرکت گسترش پیدا کرده. آقای فریبرز کلانتری یک گزارش دقیقی نوشت در وبسایت خبری تحلیلی زیتون. نوشت پیش از انقلاب 57 حجبر یزدانی از متنفذین سیاسی و اقتصادی دوره پهلوی صاحب بیش از 30 واحد صنعتی و اقتصادی و دامداری بود. از جمله این موارد میتوان کارخانه قند شیروان، کارخانه قند کرج، کارخانه قند قزوین، قند اصفهان، قند شازند، کفش اطمینان و کارخانه پاکریس سمنان و حدود 1,000,000 رأس دام را برشمرد. اینا به کی رسید؟ مصادره شد دیگه همش. مرتضی رضایی گرچه خود در زمان مسئولیت در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف سپاه مانند بنیاد تعاون سپاه عضو بود، اما در مجموعه دیگر از شرکت‌های مرتبط با دام و زمین مانند مزرعه خوش طلایی ایرانیان، کشت صنعت مبین دام نیکان، دام کشت سبزینه آفتاب برکت و یکتا سازان اورامان شمال غرب هم عضویت داشت. تا سال 91 که مرتضی رضایی مثلا خودشو بازنشسته میکنه از همین کارام و این شرکت ها رو میسپره دست گلپسرش مصطفی رضایی. بیش از 400 شرکت مرتبط به هم. نکته قابل تحمل اینجاست که بیشترین فعالیت مصطفی رضایی بالاخص در صنعت دامداری و کشاورزی درست در مناطقی است که حجبر یزدانی فعالیت داشت، یعنی شهرهایی مثل سمنان و شهمیرزاد. خب اینا رو برای چی گفتم؟ حسن رعیت قبل از بازداشت در سال 98 رفت مجلس تا چند تا نماینده بانفوذ و گیر بیاره از زندان رفتنش جلوگیری کنن. سبا آذرپی که روزنامه‌نگار در تهران نوشت روزی که رعیت در راهروی مجلس خطاب به نماینده عضو کمیسیون انرژی گفت رعیت مرتضی رضایی بوده و هست به یاد داریم، چرا کسی جرأت آوردن اسم مرتضی رضایی را ندارد؟ اصلا در پیوند با محاکمه حسن رعیت
اسمی ازش نیست، خودش میگه من رعیت اون آدمم. حسن رعیت چنان که از وجناتش، طرز حرف زدن و لباس پوشیدن و نمیدونم، از معلومه که لات و لوتای تهرونه و هیئتی، با مده ها که کلی نوچه همیشه دور و برشونه، خیلی نزدیک بوده در حداقل 16 سال گذشته، مخصوصا با محمد رضا طاهری و محمود کریمی که هر دوشون البته مطلوب رهبرم نه تو بیت آقا از آقا عشق میگیرن که فیلماشو دیدین دیگه. احمدی نژاد که میشه رئیس جمهور سال 84، میدانید بازار این جماعت و همینطور بازار کاسبان تحریم خیلی رونق میگیره، همین مده ها همونا. حسن رعیت عضو پایگاه بسیج الهادی تهران یه مؤسسه میزنه با محمد رضا طاهری به اسم مؤسسه مکتب الزهرا. سه سال بعد شرکت لوح مهرندیشو میزنن که کارش تبلیغ تکیه ها و هیئت ها و ضبط و پخش سی دی مداحی ها، مخصوصا مداحی های همین دو رفیق 17-18 ساله رعیت، یعنی محمود کریمی و محمد رضا طاهری، سه رفیق در واقع. مجید بنی فاطمه خیلی جاها با حسن رعیت نشست و برخاست دارد که خودشون میدونن دیگه، و بقیه کاسبای اهل بیت. به هر حال اینا سیدیاشون در اینجا منتشر میشد. میخوام بگم این چجوری مثلا هی کاراشو گسترش داده در چه حوزه هایی. این وصل بودن سید حسن میرکاظمی به مداهای بیت و وصل بودنش، اندرونی ها میدانند که، یعنی میدونستند که به مرتضی رضایی اطلاعات سپاه وصله، اعتبار و امکانات مالی فراوان براش طبیعتا به دنبال میاره. یه دیگه میشناسنش، میان شرکت که میخوان بزنن رعیت رو میارن میکنن عضو هیئت مدیرشون. اینجوری هم یه حفاظ جلو خودشون میگه، هم میتونن راحت بنن هر توضیحی بکنن. این آدم که خودش رئیس توزا سالو میبینیم. حسن رعیت سال 85 میشود عضو هیئت مدیره شرکت پارسیان فلز البرز با دو نفر دیگه، باقر شعار و برادر زنش منصور معتقد. دیماه 87، یعنی دو سال بعد، بانک کشاورزی نامه میزنه به دادسرای امور اقتصادی که سید حسن میرکاظمی، یعنی همین حسن رعیت، 175 میلیارد تومان بدهکاریشو پس نمیده. نمیده چجوری گرفته؟ تو نامه نوشته که 40% دریافتیهاش از بانک ها طبق صحبت های نماینده دادستان در دادگاه، بعدن ببخشید نماینده دادستان در سال 98 همون موقع میگه 40% دریافتیهاش از بانک ها بدون وثیقه بوده. همینطوری گردم کلوفتی یه قنون دوزارم که نگرفته دیگه، گفتم دیگه چقدر تکرار کنم. این مال سال 87 ها. یه سال بعد تو اعتراضای سال 88 میاد خودشو نشون میده با چماق و کلت کمری، میفته به جون مردم تو خیابون، چند تا آدم کشته سال 88 و قبل و بعد از اون. تو اعتراضای سال 96 و 97 چی که بعد 98 مثلا میگیرنش. این جنایت هاست که اینا رو بهشون وجهه ارزشی میده در نظام مقدس، دستشون باز میذاره. بهمن همون سال 88 بدهیاش به بانک تسویه نمیشه هیچ، یه سال قبلش بانک کشاورزی نامه زده بود اینا، میشه عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات دنیای فلز با دوتا داداشاش سید روح الله و سید علی اصغر. تو بعضی از این شرکت ها که همه شون هم شرکت های سهامی خاص هستن، هر کاری توش میخوام میکنن، حسن میرکاظمی، یعنی همون حسن رعیت، میشود رئیس هیئت مدیره. سال 97 میشه عضو هیئت مدیره مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا علی گودرز. با کدوم پول؟ با پولایی که ردشو باید لااقل بخشیشو از لندن گرفت. خواهم گفت. اما قبلش بذارین اشاره‌ای بکنم به ماجرای همزیستی و همسلاحی رعیت و کریمی مداح اهل بیت خامنه‌ای. این داستان رو قبلا هم براتون گفتم. 5 دی 92 تو اتوبان شهید بابایی تهران، محمود کریمی و حسن رعیت توی ماشین دارن میرن
به یه پژوی 206 که میاد ازشون سبقت میگیره تیراندازی میکنم. چراش رو واقعا دلیل حقیقیش هیچ جا گفته نشد. من هم مست بودن نشه بودن نمیدونم واقعا. پژو ازشون سبقت میگیره، اینا ماشین شاسی بلند بهش تیراندازی میکنه. آقایی که با ماشینش تیراندازی شده میگوید در تاریخ 5 دی ماه ساعت 12:30 شب در اتوبان شهید بابایی به همراه همسرم، 5 دی ماه 92، به همراه همسرم در خودرو 206 مان به همراه دو خودروی دیگر در مسیر در حال تردد بودیم. من با خودرو هم یک لحظه سبقت گرفتم و بعد دوباره کنار آمدم. ما در حال حرکت بودیم که به در عقب ماشین سمت پایین شلیک شد. من کنار زدم، اون ماشین هم ایستاد. از خودرو که پایین آمدم با دیدن چهرهشان حد زدم که محمود کریمی هستند، اما فکرش رو هم نمی کردم که طرفم مداح اهل بیت باشد. بعد مقامات مسئول از قول محمود کریمی گفتند که اینا راه ما رو سد کرده بودن، ما هم اول تیر هوایی زدیم بعد که با نسادن زمینی زدیم. حالا شانس آوردن خورده به درش. اجرایی که دادستان وقت کل کشوره میاد نتیجه تحقیقات دستگاه قضایی رو اعلام میکنه. از فردی که بغل دستش نشسته بوده تحقیق شده که بعد او که اومده گفته که اصلا من تیراندازی کردم، آقای کریمی پشت فرمون و او تیراندازی نکرد، من تیراندازی کردم و تیراندازی هم من سلاح مجوز داشتم. این بغل دستیه کیه که مجوز داشته؟ بغل دستیه محمود کریمی، حسن میرکاظمی، همین حسن رعیت مرتضی رضایی. پرونده اون تیراندازی مختومه شد و تمام. چرا؟ چون ارتباط حسن رعیت فقط با مدعاهای بیت خامنه‌ای نیست یا با مرتضی رضایی گندلات اطلاعاتی سپاهی. به نوشته وبسایت باستاب، در زمان احمدی نژاد و ماجرای دور زدن تحریم‌ها، حسن رعیت رابطه بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود. همین حسن رعیت بود که بابک زنجانی رو به سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. خود سعید مرتضوی میگه که من بابک زنجانی رو اصلا نمیشناختم. آقای میرکاظمی، همین رعیت، که یک نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد هستند، او را معرفی کرد. سعید مرتضوی متهم در پرونده های کهریزک و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره آشناییش با بابک زنجانی به شرق گفته بود من اصلا ایشان را نمی شناختم و شرکتش را هم نمی شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی، یعنی همین حسن رعیت، که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است، یعنی با بابک زنجانی، تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد. بابک زنجانی به همراه سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی فاش شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی متهم به عدم بازنگرداندن چک 17000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی هستند. اینو شرق نوشته، من نمیگم، گزارش روزا شرق. اون ویدیویی رو بزنیم یادآوری کنم که از دیدار مرتضوی دادستان وقت تهران با رعیت و حسن رعیت و بابک زنجانی پخش شد و تو اون رعیت داره چگونگی واسطگیش رو برای دیدار منباقر لاریجانی و بابک زنجانی تعریف میکنه. از این وقت تو رو در خواهش برسونه به این گوه آقا یک کاری کن ما با این رو در روشیم. ایشون هم تو بخاطر داشته شما رو در که من اونجا بودم. هی گفتم آقا نکن نداره. گوه آقا من میخواد این رو ببینیم من چی کن. هیچ چی به طرف صداقت نیم به آقا دیگه گفت آقا داشت آقا جاواز. گفتم باشه. گوه آقا به من که چیزی نمیگی، میخوام اینو ببینم. ایشون به من گفتش که بله، حسن رعیت که داشت تعریف میکرد دیگه، اون گوشه که معلوم نیست اصلا، در واقع اون بابک زنجانی است و اون آدمیه که دستش به چونش رو کاناپه نشسته، اون ته تصویرم که آقای سعید مرتضوی. خب در جریان دادگاهی که به تایید 35 سال حکم زندان رعیت انجامید هفته پیش، میلاد گودرزی روزنامه‌نگار
نوشت امروز دادگاه حسن رعیت شروع شده. یعنی ممکنه تو دادگاه ها این فیلم جلسه رعیت و بابک زنجانی و مرتضوی رو هم پخش و تحلیل محتوا و کشف رمز کنند که معلوم بشه بالاخره ماجرای فاضل لاریجانی، من گفتم منباغر لاریجانی، ببخشید فاضل لاریجانی، که معلوم بشه بالاخره ماجرای فاضل لاریجانی به قول رعیت داداش حاج آقا و یا داداش حاج آقا، منظور داداش صادق لاریجانی است، و درخواست رشوه 30 میلیاردی از زنجانی چه بوده که فاضل لاریجانی تو همون جلسه صحبت میشه که 30 میلیارد رشوه میخواد از بابک زنجانی، میگه من باش آشنا کنم برم پول بگیرم ازش فلان اینا. خب معلومه که اصلا کسی پی اون ویدیو و اصلا اون ماجرا رو نمیگیره. آقا جان کشف رمز چی چیه؟ داداشه فاضل لاریجانی که خب دیگه از حرم نشمس است، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام الان که ولی فقیه زمان او رو به این سمت گمارده، و هنوز خیلی ها تبلیغ میکنن که ولی فقیه زمان از این جنایت ها مبراست. اصلا محاکمه این رعیت غیر علنی شد چرا؟ فاضل لاریجانی کجاست؟ مرتضی رضایی که رعیت تو دادگاه و تو زندان و همه جا با اصرار میگه من رعیت مرتضی رضایی هم کجاست؟ من باقر قالیباف کجاست که سال 94 زمین مثلا اون بهشت گم شده و باغ وحش حسن رعیت رو تأمین کرد؟ این تخلف در سال 94 رخ داده است، یعنی ماجرای باغ وحش حسن رعیت، و مربوط به دوره مدیریت شهردار اسبق شهردار سابق تهران محمد باقر قالیباف است. باغی 3000 متری با همکاری معاونت وقت خدمات شهری و شهرداری منطقه 1 تهران به رعیت واگذار شده بود و او بدون داشتن هیچ گونه مجوز اقدام به ساخت یک برج کرده بود، ساخت و سازی که در این در نهایت منجر به تخریب باغ 3000 متری شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین این ملک پیش از واگذاری متعلق به وزارت اطلاعات بوده است. شهرداری وزارت اطلاعات میگیره میده به حسن رعیت قالیباف. یعنی ببینین این گزارش سیمای آقایون رو ببینین، بعد از اعلام تأیید حکم 35 سال زندان برای حسن رعیت همین چند روز پیش، معروف به حسن میر کاظمی یا برعکس. طی دو دهه 300 میلیون دلار از بانک ها برای راه اندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام میگیرد، اما بعد از 20 سال نه کارخانه تأسیس و نه چرخی برای صنعت کشور میچرخد. به بهانه ورود فولاد 64 میلیون یورو از بانک صادرات گرگان وام دریافت میکند، اما اکثر مواد اولیه به ایران نمیآید. 300 میلیون دلار میگیره کارخونه بزنه، خودشون دارن میگن، کسی هم نمیگه کارخونه و کارخونه کو، اقساط وامت چی شد. بعد 64 میلیون یورو دیگه بهش میدن تا کارخونه فولاد را بندازه. خب معلومه که را نمیندازه، هدف اصلی که این نبوده. کسی هم اصلا نمیپرسه چی شد. سال 98 بازم 40 میلیون دلار دیگه میگیره. سال پیش زمانی که بازار تشنه ارز بود تعهد میدهد با 40 میلیون دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی وارد کند، اما برخی کالاها هنوز به ایران نیامده. کی به این 300 میلیون دلار وام پس نده داده؟ کی سفارش کرده؟ کی از این سفارش کردن ها پورسانت گرفته؟ شرکاش کیا بودن؟ دیگه دست پایین ها رو که میدونیم، از مده های خامنه ای تا پسرهای واعظ طبسی که میگم، اگه برنامه های صفحه آخر رو دنبال کرده باشین بارها دیدین دزدای کلان مال مردم و از بانک ها و بقیه مؤسسات مالی که همه چی رو به اسم همسر و عمه و دربون و کارمند اداره و غیره و غیره میزنن که کس نره سراغشون، حتی حساب های بانکیشون به اسم آدم های دیگه است. حالا این صحبت خود حسن رعیت رو بشنوید. الان تو ایران هیچ بدمه هیچ ملکی به اسم من نیست، این روش هم و این راضی هم بگو یه مدل گادفادری بگو این مدل گادفادریه دیگه.
یعنی افتخار میکنن اینا که خودشونو گادفادر پدرخوانده باند مافیا ببینن. دقیقاً زمانی که بیشترین بدهی را به بانک ها داشت، این بزرگترین باغ و ویلا را در بهترین مکان ها برای خودش می ساخت. یک باغ با نادرترین گونه های گیاهی و جانوری. خیلی باحال. حسن رعیت شبکه‌ای از فساد و رانت را با افرادی مثل اکبر طبری و مهدی جهانگیری شکل داده بود. اما دیگر وصل شدن به این جناح و آن جناح و چهره سازی از خودش کارساز نبود. من واقعا مثلا این حسن رعیت نیست که از این رعیت هایی که میگن جونم من برای آقا میدم زیادن. من دو تا مسئله دارم. یک، چه کسایی با این آدم میخوردن و همچنان میخورن که تو گزارش های حکومتی میگن که الان شنیدین اکبر طبری معاون اجرایی وقت قوه قضاییه و مهدی جهانگیری برادر اسحاق معاون اول دولت روحانی. همین اکبر طبری که داره تبرئه میشه، گزارشاشو دو هفته پیش دادیم. اسحاق جهانگیری که نظر کرده سردار سلیمانیشون بوده، از اول اصلا زندان نرفته و همین سال 1400 با سپاه 20,000 میلیارد تومان قرارداد بست. بذارین من این دروغا رو جمع کنم، لااقل یه گوشش رو روشن کنم از اینکه این رعیت با کیا کار میکنه و پولایی که خارج کرده کجاست، چون این پولا که تو ایران نمیمونه. در برنامه 20 خرداد 1401 چند هفته پیش، آقای عباس پالیزدار در باره پولهای گمشده آستان قدس توضیح دادن که یک بار در سال 1383، یعنی 18 سال پیش، صدها میلیون دلار برداشته میشه میره خارج از کشور، و یک بار سال 91 که 60 میلیون دلار و 242 میلیون درهم از یا 232 میلیون درهم از آستان قدس خارج میشه برای منافع شخصی خانواده باز تبسی تولیت آستان قدس رضوی. چند صد میلیون دلار پولها به اصطلاح خارج، و برای این انجام پولشویی که اشاره کردید یک فردی وارد میدون میشه که کنار دست این آقایون قرار میگیره که این آقا قبلا یه زندانبان بوده تو مشهد، کنار دست پسرای عباس بایز که ناصر بیشتر با ناصر کار میکرد. بله، عرض شود حضورتون که این آقای فردیست به نام آقای تاجی هراتی، یه جایی به نام هراتی تاجی، یه جایی به نام تاجی هراتی، چون اینا شناسنامه های متفاوتی دارن برای اینکه از جای مختلف که بخوان خطایی بکنن فسادی بکنن با هر دفعه با یه اسمی وارد میرون میشه. عرض شود حضورتون که این آقا این پولا رو میگیره و میبره که به اصطلاح باش در خارج از کشور کاری بکنه که از منافع اون با آقا ناصر خدمتی کرده باشه. مدتی میگذره، آقا ناصر میگه این پولا چی شد، چیکار کردی، کجا بردی، برگردون داشته باش. خلاصه معلوم میشه این آقا رفته و از پولم خبری نیست. یه فردی رو به نام فضل الله خلیلی که مدیر حقوقی آستان قدس بوده، این آقا فضل الله به صورت از آدمایی بوده که اون زمان آقای کریم قدوسی منصوبش کرده بود و مثل خودش نسبتا سالم بوده. این آقا میره دنبال قضیه رو میگیره و خلاص رد این پولا رو میزنن، متوجه میشن که این پول اومده در عرصبت خدمتون که لندن، و با فردی به نام آقای لطیف یه بانک خصوصی زدن. این آقای دکتر لطیف به اصطلاح با آقای تاجی هراتی شریکن و اون بانک رو داره کردن. این پولا هم همه اومده تو اون بانک خصوصی شون و پیدا میکنه رد و بزنه. اونا زنگ میزنن به ناصر، آقا ما این آقا رو اوت کن، ما این پول رو سهممون رو برمیدیم بقیه رو بدمیدیم. با این کلک آقا اوت میشه، طوری که میگن آقا بسته، شما بازنشست شدی آقای فضل‌الله خلیلی، دیگه بیشتر از این وانست، خدا حافظ شما. آقا رو بازنشست میکنن، بعد از این مدت دوباره رکب میزنن و این پول رو هم به آقا ناصر یه اندکی میدن و دیگه خلاصه پول مالیده میشه. هی سال 83 یعنی چی؟ یعنی 18 سال پیش
صدها میلیون دلار طبق گفته آقای پالیزدار میره دست حراتی تاجی و دکتر لطیف، آقای لطیف، تمام شرکت های این آقای لطیف که خواهم گفت کیست، از سال 2007 تأسیس شده، الان 2022 یعنی چی؟ یعنی از 15 سال پیش، 3 سال بعد از رسیدن صدها میلیون دلار امام رضا به لندن. هیچ اسمی از حراتی تاجی نیست تو این شرکت ها. فعالیت های لندن اساسا دست آقای لطیفه. حکم و شاهد قرارداد حراتی تاجی مصطفی واعظ طبسی، یعنی حکم و شاهد قرارداد حراتی تاجی و آقای لطیف از یک طرف، دکتر لطیف از یک طرف و مصطفی واعظ طبسی از طرف دیگر، آقای رحیم اسماعیلی دانا بود که از آدم های صد شغله در جمهوری اسلامی است، از رئیس هیئت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان گرفته تا عضو هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون و عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و و و تفاهم نامه هم همه در دفتر اسناد رسمی شماره 1543 تهران امضا میشه. سردفتر سید صادق دریاباری، آدرس خیابان شهید بهشتی، نبش سرفراز، مجتمع دریای نور، طبقه پنجم، واحد 504، کد پستی فلان و فلان. دیگه چی بگم از این واضح تر؟ یه تیکه از گفتگوی سیمای آقایون رو ببینین. زمان احمدی نژاد سال 1390 که مثلا همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران برگزار شده بود، سیمای، یعنی شبکه جامع جمع سیمای آقایون، با آقای دکتر لطیف مصاحبه کرد. من عزیزی داریم و معرفی کردم ایشون رو، از نخبه های مقیم خارج هستند، آقای دکتر بهروز لطیف، بازرگان معروف ایرانی مقیم انگلیس که مدت بیش از 38 سال است که ایشون در انگلستان مقیم هستند و در اونجا هستند. من خدمت آقای لطیف عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم خدمت شما آقای لطیف. جناب علی، در این همایش هم شرکت کردید و حضور داشتید. من خواهش میکنم اگر لازم میدونید یک سلام کوتاهی با بینندگان عزیز و ارجمند مقیم خارج از کشور داشته باشید و بعد هم یک بریفینگ و یک بیوگرافی مختصری از خودتون بفرمایید. بعد در خدمتتون هستیم با سوالات متعدد در این زمینه. با عرض سلام و درود به کلیه ایرانیان عزیز در نقاط مختلف گیتی، اسم من دکتر بهروز لطیف، مقیم لندن، حدود 39 سال در بریتانیا اقامت دارم و همراه خانواده‌ام و کلیه فعالیت‌هام بازرگانی بوده. بله. در چه زمینه تحصیلاتتون هست آقای دکتر بفرمایید؟ بنده لیسانس بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و دکترای حقوق بین‌المللی دارم. بعد در چه رشته‌ای فعالیت تجاری دارید؟ البته کار شغل پدری من در کار فرش هست، ولی بعدا ما شاخه‌های مختلف رو دنبال کردیم. بله بله، خیلی متشکرم. انشاءالله که همه مدارک تحصیلی درست و ایناست. خب میرم میگردم که این دکتر بهروز لطیف چه نخبه ایست در انگلیس. میبینم چند تا شرکت به نامشه، چند تا که چه عرض کنم، شرکت های متعدد، البته نه به نام بهروز لطیف، به اسم خارجیش عبداللطیف یا عبدالابراهام لطیف. فعالیت شرکتاشو باید ببینین دیگه، از تولید و فروش شیر مرغ تا جون آدمیزاد نوشته شده فعالیت میکنه. بانکداری، سرمایه گذاری در گاز و نفت، صنعت گاز و نفت، آنتیک فروشی، ساختمون سازی در انگلیس و ایرلند و اسپانیا، مؤسسه مالی الکترونیک،
ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی و مهاجرتی و همینجوری بگی برو جلو، همه چی اینجا سرچ دلت بخواد. بعد وقتی که میرین شرکتاشو که البته همه ثبت شده در دولت فخیمه انگلیس، اینا رو بررسی میکنین میبینین تمام دخل و خرج این شرکت ها از 100 پوند 100 تا تک پوندی حدود 100 دلار 110 دلار مثلا تا حد اکثر 5-6 هزار پوند در سال ثبت شده تا مالیات بهش تعلق نگیره. یکی از دلایلش مثلا یکی از شرکتاش که اسمش از پارس اورینت و اعلام کرده که دارین میبینین دیگه، اعلام کرده که خرید و فروش فرش میکنه که شغل اجدادیش طبق گفته خودش آقای دکتر لطیف 100 پوند تو حسابشه، 100 پوند تو این رزومه شرکت هست، علنیه تو این به پابلیکه به قول انگلیسی ها، میتونیم بریم ببینیم. و این شرکت از سال 2007 ثبت شده، یعنی از 15 سال پیش تا حالا 100 پوند تو حسابش. همه شرکت ها که به نام عبداللطیف یا آبراهام لطیف هست، همه شرکت ها اولا در یک آدرس واحد در ویمبلی در شرق لندن و همه به نام عبداللطیف عرض کردم یا آبراهام لطیفه و گاه البته پیش میاد پیش آمده که رقیه لطیف هم به نامش هست یا دیرکتور مدیر مثلا این شرکت و اون شرکت اسمش نوشته شده. آدم های دیگه هم البته هستن ولی تمام شرکت و نام اول عبداللطیف یا آبراهام لطیف یا دکتر بهروز لطیف نخبه مقیم انگلیس که جامعه جمع باش مصاحبه کرد و دیدیم همه شرکت ها چه بانک چه انجمن آموزش آموزشی و تحصیلی چه بازرگانی گاز و نفت فرش عتیقجات نادر هیچ کدوم از زمان تأسیس ارزش افسوده ای ثبت نکردن که بشه ازشون مالیات گرفت. بیشترین پولی که توی این شرکت ها میبینین عرض کردم حدود 6000 پوند در ساله که اونم وقتی میرین رزومه شرکت ها رو میبینین نوشته وام از مدیر، نه بیرون وارد نشون مدیر وام داده به شرکت که چه بکنید چه بکنه. اینکه آیا حسابرسی در سیستم مالی دولت فخیمه انگلیس هست یا اینجور کار کاملا قانونی است، من بیلمم به قول رفقای ترکم، من نمیدونم، به منم ربطی نداره، البته به این گزارش ربطی نداره. آنچه برای مهم است این است که به گزارش آقای عباس پالیزدار که توی این برنامه ارائه کردند در دو هفته پیش که دیدین، این دکتر لطیف همکار هراتی تاجی است که دست کم بخشی از پولهای آستان قدس رضوی رو در اختیار گرفتن و در ایران هم اعلام شد که مهدی عزیزیان برادر زن عباس واعظ طبسی با 1000 میلیارد تومان اختلاس فرار کرده است. به قول آقای پالیزدار در یک فقره فقط 60 میلیون دلار و 232 میلیون درهم اینجوری گم شد. البته بنده استقبال میکنم که آقای دکتر بهروز لطیف حالا به اسمی که در سیمای آقایون اعلام شد یا به اسم خارجیشون عبدالابراهام لطیف اگر گفتنی دارن بیان به برنامه صفحه آخر توضیح بدن. اینکه اینا چه ربطی به حسن رعیت، همون حسن میرکاظمی محکوم شده به 35 سال زندان داره، این پاسخ به سوالی باید باشد که آقای عبداللطیف و شریک بین المللیش حراتی تاجی باید بدن. عبداللطیف طبق این سند که دارین میبینین با حسن میرکاظمی در لندن شریکه، با همین حسن رعیت دارین میبینین دیگه، ترس کردم اینا پابلیکه، میتونین بریم ببینین همه تون. 200 میلیون پوند آقای لطیف از پولای دزدیده شده مردم بدبخت ایران و چه زمانی آقای حسن میرکاظمی همین حسن رعیت در اختیار شما گذاشت برای سرمایه گذاری؟ شاید بگین نذاشته، خب بگین. و اما حراتی تاجی، علی اکبر حراتی تاجی که بعضیا تا اونجا که من فهمیدم به اشتباه محمد رضا حراتی تاجی میگن، علی اکبر
هراتی تاجیک باید آدم خطرناک باشه، چون تمام افراد و منابعی که اطلاعات دقیق این آدمو برام فرستادن ترسیدن عکسشو بفرستن، میگن زمان گرفتن عکس‌ها به راحتی قابل کشف شدنه و اینکه این عکس‌ها دست کی میتونه باشه خطر جانی برای ما داره و برای دیگرانی که شاید اون عکس‌ها باشن. های پلیس‌دار گفته بودن که این با نزدیک 100 نفر از چه می‌دونم چچنی‌ها به عنوان محافظش این مرو مر میره. ایشون یعنی هراتی تاجی همزمان با این فعالیت ها شریک قاضی فاسد در گذشته علی اثناعشری هم بوده که باز آقای پالیزار اشاره کردن که پولای سعید مرتضوی رو جابجا میکرد این اثناعشری. و تاجی هراتی گرچه به عراق خیلی رفت و آمد داره، در گرجستان و عمان و فرانسه هم سرمایه گذاری کرده، خونه ای داره در شانزلیزه پاریس و چندین هتل در گرجستان. و سه هفته پیش که از فرودگاه پیام با بدرقه مدیرکل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه آقای مقدم از ایران رفت آلمان، احتمالا رفت پیش دخترش هم چون آلمانه، زهرا هراتی تاجی. هراتی تاجی این در برای خانوادهش صحبت نکنیم. هراتی تاجی شرکت تجهیزات هتل داره در آلمان که پروژه های تجهیز رو اندازی هتل ها رو در کشورهای مختلف انجام میده با طبیعتا درآمد نجومی. اون سالی که آقای پالیزدار در صفحه آخر 20 خرداد همین دو سه هفته پیش گفتند، سال 83 22 سال پیش گفتن ناصر واعظ طبسی همسرش باردار بود و با آمریکا رفتن تا بچه‌شون تو آمریکا به دنیا بیاد و شهروند آمریکا بشن، همسر هراتی تاجی خانم صدیقه میلانی هم همزمان با همسر ناصر طبسی باردار بودن، با هم برای زایمان با آمریکا رفتن و مشرف شدن با آمریکا و هر دو دختراشون رو در اونجا به دنیا آوردن. بعد زهرا هراتی تاجی در آمریکا به دنیا آمد، البته به ایران برگشت، آمدن ایران و بعد برگشت به آمریکا، درس شیمی خوند. اینا دارم میگم که بدونن که دقیق میدونیم، تمام اسنادش رو داریم. بعد شیمی خوند، بعد رفت آلمان دانشگاه مونیخ، بقیه شد دیگه. این که هراتی تاجی چجوری اصلا وارد حوزه های اقتصادی و بعد تولید مافیایی شد در واقع برمیگرده به اوائل انقلاب که در زندان مشهد کار میکرد، از طریق یکی از دوستاش با دلار 7 تومانی دولتی، مثلا دلار جهانگیری هست، دلار فلان، اینا موقع 7 تومانی 7 تومن بود دلار، الکتروموتور وارد میکرد، میفروخ هم به دولت هم به بخش خصوصی. وضعش که بهتر شد، یه مدت تو تهران کارخونه تولید آب معدنی و کارخونه تولید سی دی داشت، البته نامرتبطن با هم هرجا میشد درآمد داره این کارو میکرد. مدیریت هر دوی این کارخونه ها رو به دوتاشون داده به برادرای زنش، محسن میلانی و حسن میلانی. مهدی عزیزیان برادر زن عباس واعظ طبسی که از سال 61 تا 95 مسئولیت های مهمی در آستان قدس رضوی داشت، از جمله مدیریت اقتصادی تشکیلات آستان، و سال 96 همینجا پرانتز بکنم، سال 95 بهار 95 رئیسی میشه، میشود متولی آستان قدس. و همین عکسی که دیدین مهدی عزیزیانو میکنه مشاور خودش تا بهار 96 که عزیزیان با یک پرونده اختلاس چند صد میلیون دلاری از ایران رفت در. قبل از این ماجرایی که الان تو پرانتز بسته گفتم، عزیزیان که از سال 61 عرض کردم در برادر زن عباس واعظ طبسی بود و خب از اول میدونید که در مشاورت عباس واعظ طبسی بود، بعد شد مدیر کل اقتصادی امپراتوری آستان، هراتی تاجی رو میبره بر دست خودش تو آستان قدس. یکی از فعالیت های آستان قدس رضوی صادرات گازوئیل بوده است که شاید هنوز هم هست، که مسئولیتش رو داده بودن به هراتی تاجی.
تاجی همون برادرای زنشو میاره تو کار، مسئولیت چند کشتی گازوئیل رو به برادرای زنش محسن و حسن میلانی میده که پورسانت فروش بره تو جیب اینا. مالتی میلیاردر شدن این دو برادر زن هرچی در مدت کوتاه. از زندگی معمولی یک ساله پریدن تو استخر خونه های لاکچریشون. آقای تاجی هم همچنان به ایران سفر میکند، به خانوادهش سر میزنه و نمیدونم دیگه به کیا سر میزنه و همونطور که بی سر و صدا میاد و حتی غیر از خانواده درجه یک شفراد فامیلش خبردار نمیشن، همینطور چرا خاموش برمیگرده. این آدم ها چجوری میان ایران رو برمیگردن؟ با کمک چه کسایی؟ تو برنامه 20 خرداد صفحه آخر همین هفته پیش به فرودگاه پیام در کرج اشاره شد. تاجی حراتی به اصطلاح الان رفته اون بر و ولی خب با اسامی مختلف با میاد ایران رو صحبت میکنه و امکانی گرفتن اینها خیلی ساده است. اینا همینجوری که اخویش ممنون خروج، اخوی علی محمد پور ممنون خروج، اینا همشون ممنون خروج هست. خب اینو بهش رسیدی، خب اینا رو بگیریم بذار اونا لامصبا رو بکشیم. ممنون خروج یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی آقا ما شک داریم به شما تو این جزئی ها، شما واسه این فعلا ممنون نه پس چجور خارج میشن از کشور؟ من میگم که یک سری آدمایی هستن که اینا رو از طریق فرودگاه پیام خارج میکنن، از طریق فرودگاه پیام میارنشون، از طریق فرودگاه پیام خارجشون میکنن که سیستم های وزارت اطلاعات دسترسی بهشون نداشته باشه، نتونن پلیس سیستم نیرو انتظامی پیداشون کنه. وزارت اطلاعات به فرودگاه پیام دسترسی ندارن نهادهای نظارت، به پیام دسترسی نداره متاسفانه. من بهشون گفتم چرا نمیرین اونجا بگیرینشون، شما که میدونید، و میگن دسترسی نداریم ما. کیا دسترسی دارن به فرودگاه پیام که؟ نمیدونم، والا من جرات نمیکنم اسمشون رو بیارم. آن جرات نمیکنی اسمشون رو بیاری؟ نه نه. خب خوش میدونم، حتی آدمی هم که تو اون سیستم هستش هم میشناسن چیه. رضا مقدم، مدیر کل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه. این آدم یک شنبه پیش بازداشت شد. همین یک شنبه. این بازداشت رو گرچه میشه گذاشت پس لرزه افشاگری های ما و پیامد برکناری رئیسش حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی همین رضا مقدم قبلا هم یه بار بازداشت شده بود و در کمتر از یک هفته آزاد شده بود. تو برنامه قبلی گزارش کردم این موضوع رو. منظورم این است که هیچ بعید ندانید که این بارم آزاد بشه و برگرده سر پست شریفش. و تازه مگه یه رضا مقدم داریم تو اطلاعات سپاه که فرودگاه پیام دستشه یا بقیه کارا که هم دست دزدان کلان باشن؟ یه رضا مقدم دیگه میذارن جاش. آخرین خدمت که این رضا مقدم کرد، سه روز قبل از بازداشتش اینم بگم، فراری دادن سید عبدالله دستغیب بود. آقای فریبرز کلانتری نوشتن سید عبدالله دستغیب در ظاهر یک تاجر ایرانی است که بیشتر در امور پولشویی و بهره‌برداری از فرصت تحریم‌های ایران برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری داماد وزیر اسبق اطلاعات محمود علوی به نام سید احسان سید سخایی و مجید هدایت‌زاده عمل می‌کند و وی در زمان تشکیل پرونده بانک ملت و خرید و فروش کشتی شرکت داشت که با توجه به رأی جدید علی دیواندری در واقع خود دستغیب متهم اصلی بالا کشیدن وجوه بانک ملت برای خرید کشتی هستند که با توجه به خروج او در چند روز گذشته به مقصد امارات و از آنجا و هر جای دیگه که احتمالاً سوئیس، متهم دیگر احسان سخایی هم در خارج از کشور است. بنابراین سرنوشت وجوه بانک ملت هیچ وقت مشخص نخواهد شد. علی دیواندری رو گفته بودیم که مدیر کل بانک ملت و پارسیان بود، 20 سال زندان بهش داده بودن و تبرئه شد همین خرداد ماه. و بعدم سید عبدالله دستغیب فرار کرد. این سید عبدالله دستغیب کی فرار کرد؟ بعد از برنامه که ما با آقای کلانتری داشتیم و درباره همین بانک ملت توضیح دادن ایشون و درباره همین سید عبدالله دستغیب هم صحبت شد. خب مشخصات شرکت احسان سخایی در ویژن تاور دبی
رو ببینید، شرکت تجاری واردات و صادرات گاز، اینطور که در شناسنامه شرکت نوشته، عبدالله دستقیب کیه؟ ببینم من چقدر آره وقت دارم. ببینید من این مطلب که میخونم مال 5 آذر 98، مال 3 سال پیشه. سید احسان سخایی داماد یک فرد مشهور در دولت، یعنی اون محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی، که دستقیب او را به عنوان نماینده ویژه و وکیل تام الاختیار به مجموعه های گوناگون معرفی کرده، کسی است که در یک قلم برای 220 میلیارد تومان بدهی سید عبدالله دستقیب به بانک ملت بخشودگی گرفته است. رو چه حسابی بخشودگی گرفتی؟ اگه دوماد علوی وزیر اطلاعات نبودی. عرض کردم 3 سال پیش دادگاه حکم 20 سال زندان برای علی دیوانداری مدیر عامل سابق بانک ملت برید. بعد از 3 سال اعلام کردن دیوانداری در دیوان عالی کشور تبرئه شد. در 27 خرداد 1401 برنامه داشتیم با آقای فریبرز کلانتری که در اون برنامه به پرونده بانک ملت و نقش عبدالله دستقیب در اون دزدی کلان چند صد میلیون دلاری پرداختیم. یه هفته بعد از اون برنامه عبدالله دستقیب هم از فرودگاه پیام پرید. عبدالله دستقیب پسر برادر آیت الله سید عبدالحسین دستقیبه که نماینده خمینی در استان فارس بود بعد از انقلاب و امام جمعه شیراز معروف بود خیلی به تحریک حزب اللهی‌ها با آتش زدن خون زندگی و دکون بازار بهایی‌ها و آواره کردن بهاییان از شیراز در همونی که 2 سال بعد از انقلاب. آذر 60 مجاهدین ترکوندنش، شد سومین شهید محراب. الان هر چه ببینین آیت الله دستقیب سومین شهید محراب. عبدالله دستقیب همین که فرار همین که عکس شدین فرار کرد، اما میگن اون قبلی پسر برادر دستقیب شهید محراب در دبی و سوئیس، احسان سخایی داماد علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی در دبی، حراتی تاجی در برلین و مونیخ آلمان، بهروز یا عبداللطیف در لندن، یا عبدالابراهام لطیف در لندن، ناصر واعظ طبسی و مصطفی واعظ طبسی، سعید مرتضوی، بابک زنجانی، رستم قاسمی، مرتضی رضایی و بالادستی های اینا در بیت رهبر معظم، اینا بخشی از متهمان اصلی این پروندن. هی بریم پرده آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران. طرف میگه آج آقا چطوری که شما شراب و زنا رو تو این دنیا حرام میکنید بعد خودتون میری تو بهش میپری تو جوب شراب و حوری بازی؟ داداش من، اولا شراب دنیا زمین تا آسمون با شراب بهشتی فرق میکنه. زنا هم تو این دنیا حرام شده تا حریم خانواده از بین نره و عفت و پاکدامنی زن و مرد حفظ بشه، اما بهشت که زندگی اجتماعی نداریم. اصلا این قوانین جامعه در اونجا جاری نیست. یه بهشت رو خدا داده فقط مال تو، اون حوری رو هم مخصوص تو خلق کرده، نه اینکه مثل دنیا بری از باباش خواستگاری کنی، حالا بهت بله بگن یا نه، بعد مهریه بدی و هزار و یک داستان دیگه. لذا به اون نمیگن زنا. زنا وقتیه که بری به ناموس مردم تجاوز کنی، اما همسران بهشتی مگه ناموس دارن؟ شب و روزگار خوش.